کتاب خانوم صفحه 590 روز هفتم می زمانی که قرارداد تسلیم نظامیان آلمانی و دریا سالار جانشین هیتلر به متفقین امضا شد در برلین بودم. ژانین نتوانسته بود مرا به رفتن به پاریس راضی کند و با چه مرارتی خود و مریم را رسانده بودم به برلین. در بین راه همه سعی کردند مرا از رفتن به آن شهر جنگ زده مانع شوند. نصف بیشتر راه را با مریم پیاده رفتیم و چند جا سوار بر کامیونهای ارتش انگلیسی شدیم. انگلیسی ها پایکوبی می کردن و جواب احساسات مردمی را میدادند که تا دیروز بمب و گلوله بر سر آنان باریده بود. جنگ جهانی تمام شده بود ولی نه جنگ من با روزگار. پیدا کردن خانه بریژیت دشوار نبود. آنها در قسمت جنوبی برلین بودند که از بقیه جاها کمتر آسیب دیده بود. گرچه خانه بریجیت و گرهارد و دو خانه کنارش با افتادن بمبی بر آنها به کلی ویران شده بودند. در زمانی که آنها خود در یک پناهگاه پناه گرفته بودند. پدر و مادر میشل کشته شده بودند. وقتی بریژیت و خانواده او را سالم دیدیم، خبری بهتر از این در انتظارم نبود. اما با چه زاری و بدبختی خودمان را به نزدیکی رایشتاک رساندیم. جایی که خانه من و میشل بود. بمباران چیزی از خانه بر جا نگذاشته بود. سربازان روسی با درگیری و جنجال اجازه دادند که ما در آن ویرانه بگردیم. برای مریم گفتم که اینجا خانه ماست. همان خانه که قرار بود در آن او و خواهر و برادرهایش بزرگ شوند. خانه رویاه های میشل. با بچه های هفت نفر بودیم. سنگ ها و آجرها را کنار زدیم. پارچه‌ای بر پنجره آویزان کردیم و شب را در همان ویرانه گذراندیم. آب را در لگن جوشاندیم و غذایمان چند بیسکویت بود و یک کنسرو. کامیون روسی آمد و آب آورد. بلدوزرها با صدای بسیار خیابانها را باز می و مردم هنوز امیدوار بودند که کسانی را زنده از زیر آوار بیرون آورند. ولی ما دنبال کسی نبودیم. هنوز گهگاهی صدای شلیک گلوله می آمد. هواپیماهای آمریکایی از بالا بسته های پتو و غذای سرد میریختند. کنسرف های آمریکایی را با قاشق هایی که از خرابه آشپزخانهمان پیدا کرده بودیم میخوردیم. روزها میگذشت. مردم در خیابان لقمنانی گدایی میکردند و خانه های بزرگ را میکاویدند. از زیرزمین خانه روبرویمان که یکی از ژنرال های آلمانی در آنجا خانه داشت، و تا سال قبل همیشه چند سرباز جلوی آن کشیک میدادند در سومین روزی که آنجا بودیم سربازان روسی مردی را بیرون کشیدند او را شناختم که همان ژنرال است و بدتر آنکه در مقابل چشمان همسرش پیرزنی با لباس گردآلوده اما مجلل رفتار متفرعنی داشت ژنرال اسلحه اش را کشید و افسر روسی را با تیر زد و با رکبار گلوله سربازی جوان تکان تکان خورد و به خاک افتاد. پیرزن به شیون افتاد. من که از ترس می لرزیدم مریم را بغل کرده بودم که رو برگرداند. حالا معنی داشت وقتی او می پرسید پاپا کجاست. او هم لابد مثل من فکر می کرد که میشل لگر بود و به این سرنوشت دچار می شد و در مقابل چشم ما تکان تکان می خورد با تن خونین چه می کردیم؟ بهار بود. و همچنان سنگ و آجر جمع می کردیم. روزها من و بریژیت برای پیدا کردن آزوغه میرفتیم. رفتیم. گرهار در خانه می ماند. او دو نفر را اجیر کرده بود برای ترمیم خانه و با چه پشت کاری سعی می کرد خانه ای را که میشل گفته بود در آنجا بمانیم سر پا کند. اتاق خواب که کمتر از بقیه آسیب دیده بود داشت سرپا می شد. وقتی من و با چند بسته که با زحمت و بدبختی از چنگ اینو به در کرده بودیم برگشتیم. بچه ها گریه می کردن و یکی از کارگران مانده بود تا آنها را به ما بسپارد. روزها گرهارد را ها برده بودند. در چهار هفته این که گرهارد در بازداشتگاه روزها بود بر ما چه گذشت؟ اشتفان پسر بزرگ بریژید که دوازده ساله بود بیش از بقیه بیتابی میکرد. تصور اینکه گرهارد نیز به سرنوشت برادرش میشل دچار شود نگرانی بزرگی بود که بر دوش همگی ما سنگینی می کرد. کم کم ذخیره پولی من تمام شد. جواهراتم را داشتم می فروختم که در بازار آزاد به نصف بها می خریدند. گاهی به فکرم می افتاد که به وسیله از ملکه کمک بخواهم و این کار دشواری بود. وقتی می دانستم که او هم دیگر وضع مالی درخشانی ندارد. ژانین در نامه به من خبر داده بود که همگی بار دیگر به سانکلو برگشتند. آنره همچنان رانندگی ملکه را به عهده دارد و او خود برای روزی دو سه ساعت کار به سانکلو می رود. خانهشان را هم به نزدیکی آنجا بردهاند. اما ژانین مجبور بود که نصف روز را هم در رستورانی کار کند. اقتصاد پریشان اروپایی پس از جنگ با تحولات سیاسی در هم آمیخته بود. فرانسه درگیر بیکاری و فقر بود و کوشش های جنرال دوگل قهرمان ملی آنها توسط احزاب مختلف خونسا می شد. آلمان که در اشغال متفقین مانده بود می کوشید آرام آرام آثار ویرانی های جنگ را از خود دور کند. مثل ما که پس از شش ماه همه ایمان کار می کردیم و هر چه داشتیم را فروختیم تا خانه ای را که به میشل قول داده بودم در آن زندگی کنم سر پا نگه دارم. چنانکه که اروپایی ها در میان ویرانه هایشان در پی آن بودند که زندگی را دوباره پیدا کنند و خودشان را از زیر ویرانه ها و زخم های جنگ به در آورند. ما هم سرانجام در یک روز تابستانی صندوق هایمان را از زیر زمین خانه بیرون کشیدیم. نامه ها و مدارکم یادگارانی از کودکیم، از مادرم، از نزهت که وقتی به بلژیک می رفتیم آن را با میشل بسته بودیم و در صندوقهایی در بسته در زیر زمین گذاشته بودیم. وقتی بیرون کشیده شد، نه فقط برای روزها مرا سرگرم کرد، بلکه چنانم در گذشته برد که نمیخواستم از آن بیرون بیایم. چرا باید به دنیای تلخ واقعیتها برمیگشتم؟ وقتی در صندوق میشل عکس دوران کودکی اش را پیدا کردم و همه نامه هایی را که برایش نوشته بودم بعد از آشنایی من. چقدر دلم برای روزهایی سوخ که می در کنار او خوش باشند وقتی که جوان بودیم. و من چه سنگ دل بودم که به او می نوشتم خیال آن ندارم که از زندگی خوش دانشجویی بیرون بیایم. در جواب او که نوشته بود در انتظار من خواهد ماند چه جوابهای سردی داده بودم. از او خواسته بودم که دل به زمان بسپارد که همه چیز را حل میکند در آن زمان تصوری از آن پایداری و عشق نداشتم که در وجود میشل بود چه آسانش از دست دادم کاری گرفته بودم در یک مرکز درمانی و با استفاده از تجربیات دورانی که در دیر و بیمارستان نوعی گذراندم پرستاری میکردم بریژیت هم در یک کارخانه تولید آرت کاری گرفته بود و گرهارت هم از صبح تا شب کار میکرد ولی وضعیت فقیرانه ما تکانی نمیخورد آنقدر بود که شکم ما سیر می و بچه ها می توانستم به مدرسه بروند. مریم را گذاشته بودم در کودکستان که وابسته به مرکز درمانی ما بود و تا از که به دنبالش میرفتم از من دور بود. آرام آرام داشتیم آب میشدیم و در برابر چشمانمان اروپا هم پوست میانداخت. جنگ سردی که چرچیل اول بار آن را در واشنگتن اعلام کرد و آمریکا و اروپای غربی را در مقابل استالین گذاشت پایان توافقهایی بود که بین آن دو دنیا در دوران جنگ با هیتلر به دست آمده بود دنیای پس از بمباران هیروشیما و ناکازاکی دنیای نگرانی ها بود بریژیت و گرهارد رفتند به غرب برلین جایی که آمریکایی ها با ریخت و پاش خود زندگی بهتری را برای ساکنانش ساخته بودند و من که برای محافظت از یادگار میشل در خانهمان نزدیکی رایشتاک مانده بودم میدیدم که شرق آلمان دارد جدا می شود. بالاخره مجبور شدم خانه آرزوهایم را رها کنم. روزها دو خانواده آلمانی را آورده بودند که با ما هم خانه شوند. من و مریم هم با چند چمدان اول سوار قطار شدیم و رفتیم به برلین غربی و بعد به فرانکفورت رفتیم و در آپارتمانی اجارهی در طبقه ششم یک ساختمان قدیمی جا گرفتیم. دادگاه های جنگی کار خود را تمام کرد. در فرانسه حکم اعدام مارشال پتن که به حبس ابد تبدیل شد و لاوال نخست او در مقابل جوخه آتش قرار گرفت. در نورنبرگ محاکمه سران آلمان نازی تا ماهها سرگرمی همه کسانی بود که از روزنامه ها و رادیو آن را دنبال می‌کردند. به عجز و لابه بعضی خشم می گرفتیم و به مقاومت و خشم زدگی گورینگ می خندیدیم. تا آنکه سرانجام آنها هم به دار آویخته شدند همه جز رادولف هست و از دید من مهمتر از همه ریبنتروپ رئیس میشل که او را دو بار دیده بودم و از علاقه او به میشل خبر داشتم نمیدانستم که خبر خودکشی میشل را شنیده است یا نه و چه پچپچی بود در میان آلمانها درباره گورینگ که روز قبل از آن که به دست متفقین که آنها را مسخره میکرد و دشمن انسان ها می تیر تیرباران شود خودش را کشت با تیغی که مشوقش به او رسانده بود بی آینده و بی هویت نیمی فرانسوی نیمی آلمانی درگیر کاری طاقت فرسا که از توانم خارج بود نزدیک به پنجاه سالگی می شدم که تلگرام ژانین رسید بلیت هواپیمایی فرستاده بود برای من و مریم برای سفر یک هفته ای به پاریس با آن خبر که ملکه بیمار است و میخواهد مرا ببیند بار اول بود که مریم سوار هواپیما میشد وقتی در فرودگاه اورلی هواپیما به زمین نشست و وارد سالن شدم از چهره ژانین فرشته من که موهایش را با های سفید رها کرده بود به دور سرش دانستم که ملکه یعنی پناهگاه من پناه آخر رفته است پیراهن سیاه نداشتم. در پاریس خریدم و پیراهنی هم برای مریم که هفت ساله بود. در پارک سانکلو برای پذیرایی از کسانی که برای شرکت در مجلس یاد بود ملک جهان می آمدند. وقتی بر مزارش در گورستان سانکلو دست گلی می گذاشتم به مریم گفتم که این مادر من است. مادر واقعی من که چهل سال پشت و پناه من بود. روزی که باید برمیگشتم به فرانکفورت در همان اتاقی که دفتر کار و کتابخانه ملکه بود محمود میرزا که در قیاب مادر و برادران بزرگش که در گذشته بودند سرپرستی خانواده را به عهده گرفته بود بسته ای را به من داد و آن بخش از وسیعت نامه ملکه را که مربوط به من میشد برایم خواند. ملکه وعده ای را که وقت ازدواج من و میشل داد به واقعیت تبدیل کرده بود. سند اسمایل آباد ثابت و زمین ده هزار متری در شهریار نزدیک تهران که نشان میداد در سال 1939 به نام من شدم در آن بسته بود و حواله ای برای دریافت اواید این سالها از آقای مامغانی در تهران ملکه در وصیت نامش از من خواسته بود در اولین فرصتی که بتوانم به تهران برگردم و از جانب او بر گور مادرم گلی بگذارم و اگر توانستم در همان خانه منزل کنم خانه ای که سندش نزد آقای مامقانی است و من نمیدانستم کجاست. ملکه نوشته بود از خدا خواسته که مریم در ایران بزرگ شود و ایرانی بماند. آرزویی که همه میدانستند ملکه جهان برای خود و نوههایش داشت و همیشه میخواست در تهران بمیرد و در مقبره خانوادگیش در قم جوار حضرت معصومه دفن شود. وقتی از پاریس برمیگشتم از جانین و آندره پرسیدم آیا میایید با هم به تهران برویم؟ وقتی این را میگفتم تصوری از شهری نداشتم که چهل سال پیش آن را با ترس و شک ترک کرده بودم. یک ماه بعد در سفارت ایران در بن پایتخت جدید آلمان با وقت قبلی به دیدار سفیر رفتم. هرگز گمان نمیکردم که تابستان سال 1327 را با مریم در تهران باشم. عبدالله انتظام سفیر ایران وقتی که دانست که هستم و از کدام خانواده هم، سری تکان داد و مرا به رئیس دفتر خود سپرد. یک جوان ایرانی خیلی شیک به نام امیر هویدا. او بعد از شنیدن اینکه بعد از چهل سال قصد دارم گذرنامه داشته باشم و به ایران بروم خندید و سفارش کرد که همه پلها را پشت سر خودم خراب نکنم. نمیدانست که دیگر پلی برایم نمانده. و من برای رسیدن به جایی که مادرم در آن دفت بود دقیق شماری می کنم. آقای مامغانی در فرودگاه محقر تهران که هیچ شباهتی به فرودگاه های اروپایی نداشت در انتظار من بود. با او به پارک هتل رفتم که در آنجا برای من و مریم اتاقی گرفته بود. وعده داد که فردا برای دیدنم بیاید. دو هزار تومان هم پول ایرانی برایم آورده بود که پیش از آن ندیده بودم. همان غروب در شهری که نمی با اتومبیل بزرگ آمریکایی هتل در محله‌ای که هنوز به نام پدر بزرگم بود و مرا به یاد آن دیو میانداخت دنبال خانه گشتم. نشانی را از آقای مامغانی گرفته بودم اما نمیدانستم که آنجا همان خانه خاله خانم است. خانه ای که هنوز چاه آب در حیات آن بی آب منتظرم مانده بود تا در اولین نگاه به درون آن تصویر دختر جوان را ببینم با موهای طلایی پریشان شده بر آب منصور دختر کوچک خاله خانم که با خانواده اش در آن خانه بود برایم گفت که وقتی من از تهران می رفتم به همان سنی بودم که امروز مریم شکسته تر از من بود اما سرزنده تر با دو تا نوه و چهار تا فرزندی که با دیدن ما ریختن دوروبر من و مریم ما هم صاحب خانواده ای شدیم در زادگاه هم که در آن قریب بودم. شب وقتی با چراغ زنبوری دنبالم آمدند، همگی تا سر خیابان که ماشین هتل در آنجا منتظر بود، در هر قدم که در کف خانه برداشتم، انگار پا در جای خود میگذاشتم. شب از اتاق هتل در طبقه چهارم به شهر نگاه کردم، پر از شنار با باد آشنایش. پنجره را گشودم که نسیم آشنای شهر زادگاه هم بر صورتم بخورد. و با خودم گفتم من این جاییم. این شهر جان آشنای من است. در هواپیمایی که ما را به تهران می رسان، از دیوان حافظ ورق ورق شدهی که در کیف داشتم تفعالی زدم. امید بخش نبود. حافظ می گفت، از دیده خون دل همه بر روی ما رود. بر روی ما زدیده چه گویم چه ها رود. نشانه گذاشتم روی کتاب تا فردا برای مادرم بخوانم. مریم در رختخواب خواب آرام خوابیده بود. در دلم به او گفتم فردا به دیدن مادر می رویم. منصوره و بچه ها زودتر از موعد آمده بودند به هتل. سوار یکی از همان ماشین آمریکایی ها شدیم و راه افتادیم. من و مریم همه جا را همچون سرزمین تازه کشف شده ای با نگاه می گشتیم. از مزرعه ها و یونجهزارها ها می گذشتیم. ها هنوز در خیابان می گذشتن. و دودکش کوره های آجرپزی را دیدیم تا گورستان امامزاده عبدالله. منصوره و بچه هایش کمک کردند گل و گلابی خریدیم. آه، بالاخره آمدم مادر. برایش خواندم ما را به آب دیده شب و روز ماجراست. زان رهگذر که بر سر کویش چه ها رود. خیال دلکندن از مزار او را نداشتم و دلم باز پر کینه بود از آن دیو که در گورستان سن رافائل خفت. منصوره و بچه ها به اشاره من مریم را برده بودند و در اطراف می گشتن. در آن اتاق خالی که جز دو شمدان قدیمی گرد گرفته و دو صندلی که مقبر دار به سرعت دستی بر آن کشید چیزی نبود. ساعتی با او تنها گفتگو کردم. باید قصه چهل سال را برایش می گفتم. از میان همه آنچه در آن سالها از دست داده بودم فقط نصحت در نظرم بود و میشل. در همان سکوت به یادم آمد مادرم تنها فرزند مادرش بود من هم تنها فرزند او مریم هم تنها فرزند من است پیش از آن هرگز فکر نکرده بودم و در آن لحظه به یاد پسرم افتادم همان که علی نامش داده بودم و پیش از آن که جهان را ببیند رفت همه اینها را همان شب در نامهای برای ژانین نوشتم چنان که دو ماه بعد برایش نوشتم که خانه ای خریدم در شمال تهران در خیابانی که دو سویش درخت های چنار است و به کوهستانی نگاه می کنند. معمولاً معمولا پربرف نزدیک کاخ تابستانی خانواده سلطنتی زعفرانیه را در بچگی چند بار دیده بودم در بالای آن کاخ سبزی بود که شبابا آن را خیلی دوست داشت حالا فرزندان رضاخان در آن ساکن شده بودند خانه که با فروش اسمایل با کمک آقای مامغانی خریدم درختانی کوهن داشت. حوزی در وسط آن و پیچ امین و دوله تکیه داده به دیوارهایش و یک آلاچیق در وسط حیات این خانه شباهتی به خانه محقر دوران دانشجویی نمی برد. حتی از خانه ما در برلین هم بزرگتر بود. مریم را گذاشتم در مدرسه فرانسویها در تهران. مدرسه که در کنار کلیسایی بود. و راهبه ها و مادران روحانی آن را اداره می کردن. تهران ارزان بود و زندگی در آن راحت. گیرم برای من که در اروپا بزرگ شده بودم مشکل عمده آن آب بود. آب آشامیدنی از جوی خیابان به انبار می افتاد و من باید آن را می تا به مریم بدهم. در همان اولین روزها آقای مامقانی پیشنهاد کرد خانه خیابان شاپور را بفروشم همان خانه ای که منصوره و خانوادهش در آنجا بودند ولی خیلی سریع به او گفتم که هرگز آن خانه را نخواهم فروخت. خانه یادگار مادرم بود، یادگار شبهای آخری که در زیر کرسی در اتاق کوچکی در آن حبس بودم. بعد از برگشتم به تهران هر وقت به آن خانه می رفتم دست الله پدر منصوره در نظرم می آمد که تکیه داده بود به اسایش در ایوان نشسته و ما را مراقبت می کند. تفلک منصوره به این تصور که ممکن است خانه را بفروشم روزی به من گفت که دامادش آماده از بخشی از پول آن را بپردازد و بقیه آن را به اقساط بدهند چه خیالی او را بغل کردم و گفتم هرگز این کار را نمی کنم. خانه مال اوس و همینقدر که رخصتم می دهد گاهی روی قالیچه ای که در حیات پهن می کند کنارش بنشینم تا از سماور برایم چای بریزد مدیون او هستم. او در همه این سالها خانه و یاد مادرم را نگهبانی کرده بود چطور آقای مامقانی فکر میکرد که این خانه را میفروشم محسومه، دختر منصوره هم با شوهرش که گروهبان ارتش بود با من به خانه زعفرانی آمدند تا ما تنها نباشیم جز که منصوره هم گاهی میآمد و چند روزی پیش ما میماند اول شبی که در آن خانه خوابیدم فردای همان روزی بود که میخواستن شاه جوان فرزند رضاخان را در دانشگاه تهران ترور کنند. در میان حکومت نظامی اسباب و ای را که خریده بودم به خانه آوردند. هنوز خانه پرده نداشت. منصوره با آویزان کردن رو تختی و شمت پنجره ها را پوشاند. مریم خوابیده بود که من به راه افتادم در خانه. محتاب در حوز افتاده بود که به خودم گفتم انگار چهل سال از خود دور بودم. اینجا آسمانش با من مهربان است. کاش میشل بود و با هم در این خیابان شنی راه میرفتیم و از بوی شببو و پیچ امین و دوله مست میشدیم. تازه در این مقام جای خالی او برایم بیش از همیشه پیدا شده بود و داغش اشکی میشد که بی اختیار بر چهرم میدوید. پیش از اینکه خانه را بخرم از آقای مامقانی خواستم تا ترتیبی بدهد که نام فامیلم را عوض کنم. فامیل آلمانی مریم را هم. کاری که چند روزه صورت گرفت. نمیخواستم بار نام آن دیو را دیگر تحمل کنم. میخواستم با دخترم یکی شوم. عرض حالی نوشتم و اداره ثبت پذیرفت و روزی که رفتم شناسنامه جدید خودم و مریم را تحویل بگیرم مسئول ثبت به دفتر رئیس کل هدایتم کرد. مرد موقری با موهای سفید پشت میز بزرگی نشسته بود. نگاهی به من انداخت و خود را معرفی کرد. و دستور داد چای آوردن و در همان لحظات که میخواستم علت این محبت را بدانم برایم گفت که نوه یکی از خاله های من است. پرسید آیا دوست دارم خانواده را ببینم؟ نمیدانستم چه بگویم. هفته بعد در یک مهمانی در خانه او که در امیریه نزدیک کاخ تابستانی سلطنتی بود با صد نفری آشنا شدم که همگی بستگان نزدیکم هم بودند. رها شدم در میان امواج خاطرات آنها که پیرهایشان مادرم را دیده بودند و کما بیش میدانستند که من در کودکی رفتم و مادرم به چه سرنوشتی دچار شده است گرچه حرفی درباره آن نمی زدم. دو هفته بعد که آنها را به خانه من دعوت کردم شادی مریم وصف ناشدنی بود در میان بچه های همسن نصال خودش دنیای غریب و شادبانه ای داشت هرگز گمان نداشتم که خاطره ای به این پررنگی در ذهنم مانده باشد مگر وقتی به دیدار خاله ام خانوم فخر و دوله رفتم. وارد پارک امین و دوله شدم. از دروازه که گذشتم همه چیز برایم آشنا بود. انگار همان دیشب خواب دیده بودم. می توانستم قسم بخورم که در روز به توب بستن مجلس آیت الله و نمایندگان مجلس در کجای این باغ جمع شده بودند وقتی که قزاق ها ریختند. این حکایت را از زبان ابراهیم و نصحت شنیده بودم و حالا در برابرم زنده می شد و گویا خودم دیده بودم. با گفتن این حرف خانوم فخر و را به فکر گذشته ها بردم. داشت مرا به یاد می آورد. همینطور بود وقتی که به میدان بهارستان رفتم و می خواستم خانه زهیر و را ببینم که توپ انداختند و فروق از آنها از دست قضاها که به قارت آمده بودند فرار کرد و به خانه ما آمد و آن شبی که نصحت هم بود و در خانه ما محفل گرفتند هویا علی می گفتند و یکی دف می زد جزئیاتش به یادم مانده بود چرا در همه این سالها به یادشان نیاورده بودم خانوم فخر و دوله پیر شده بود و همانطوری که با روسری سفید و چادر نمازی که به کمر خود بسته بود نشسته روی تخت در زیر سایه بید به حرفای من گوش میکرد. میخندید و پسرهایش را شماتت میکرد از اینکه از آن حوادث چیزی در خاطر ندارند ولی من پس از آن همه دوری همه چیز را با جزئیات در خاطر سپردم. نمی گفتم و نمیدانست که در همه آن سالها در قربت سرد از لحظات تنهایی بارها کودکیم را مرور کردم و آنقدر که این خاطرات را در دلم زنده نگاه داشتم تصویر باغ اودسا که ده سال در آنجا گذراندم در دلم نمانده بود. هر هفته در گوشه ای از شهر شناسنامم باز می شود. به دیدار یکی دیگر از فامیل میرفتم و حکایت همان بود. پیرهای خانواده برایم دلنشین بودند که مادرم را به یاد می آورند و هر گفته آنها مرا که دور از زادگاه هم بزرگ شده بودم پر میکرد. هویت می, کرد. حوییت می بخشید. مثل آن روز که به خانه دکتر مصدق و سلطنه رفتیم. خانه زیبا در خیابان کاخ. خانم زیا و سلطنه همسر آقای دکتر مرا بغل کرد و بوسید. مریم را هم در آغوش کشید. میدانستم آقای دکتر آدم بزرگی است. نماینده مجلس است و سالها وزیر و وکیل بوده. آن روز نتوانستم او را ببینم ولی عکس‌هایش در روزنامه ها بود مثل خیلی دیگر از اعضای خانواده ای که پیدا کردم. یک سال بعد که جانین و آندره به تهران آمدند و آن یک ماهی که بریجیت و گرهارد میهمانمان بودند از وسعت خانواده ای که یافته بودم به حیرت افتادند. آنها همیشه مرا تنها دیده بودند و گمان نداشتند که در دیار خودم سر و سامانی دارم. حیف که جانین و آندره گرفتار بچه ها و نوه هایشان بودند. وگرنه خیلی دلشان میخواست به تهران بیایند و مثل من که در سفارت فرانسه کاری گرفته بودم، مترجمی و کارهای اداری می کردم، آنها هم می در تهران که در نظرشان زیبا هم بود بمانند. و ژانین در دومین روزی که در تهران بود، به اصرار خود به امامزاده عبدالله آمد. در مقبره مادرم بر سر گور او نشست. آنقدر برایش از مادر گفته بودم که به زبان فرانسه با او حرف زد. برایش گفت که فرزندش هیچگاه از ید او فارغ نبوده است. از گفته هایش داغم تازه شد. من در بشقاب خودم بودم که حادثه ای رخ داد. دکتر مصدق نخص شد. جانین برایم در نامه ای نوشت که چقدر او در میان فرانسوی ها معروف است. پیر که حالا بزرگ شده بود از من میخواست که امضایی از نخص برایش بگیرم. کلکسیون امضای آدم های مشهور را جمع میکرد. وقتی رفتم و این درخواست را با خانم زیا و سلطنه در میان گذاشتم که سر سجاده نشسته بود و نوه هایش دورو برای او بودن خندید و گفت به خودش بگو. ظهر موقع نهار دکتر به اندرونی آمد و من بلند شدم. چقدر پیرتر از عکس بود که همه جا وجود داشت. کاغذی برداشت شد تمام دور آن را در زد. در آن حالت مثل موسی و گاستون وکیلی بود که در پاریس 25 سال پیش دنبال کارهایم میرفت موسیو گاستون لاغر در همان حال از من پرسید فرانسوی ها درباره ملی شدن نفت چه میگویند گفتم و پرسید تو که چند زبان به این خوبی میدانی چرا برای دولت کار نمی کنی که خیلی هم احتیاج دارد گفتم با کمال افتخار هر وقت کاری باشد در خدمتم تایپ کردن هم میدانم اما مجال نشد. سه ماهی بعد از این دیدار کودتا شد. در آن روز رفته بودم به دیدن یکی از فامیل که بیمار بود و در همان خیابان کاخ منزل داشت. رفتیم به پشت بام و دیدیم که ریخته و به سمت خانه دکتر مصدق تیر می اندازند. جی پی هم خود را به در بزرگ کوبید و عده ریختن به غارت کردن. مثل صحنه‌ای که در اودسا دیده بودم. اما آنجا انقلاب بود. اینجا چرا؟ وقتی جریان محاکمه دکتر مصدق را در روزنامه ها می نوشتن، با غضب و نگرانی می خاندم. و داماد منصور در آن اندوه با من هم نفس بود او را در همان روزها بیکار کرده بودند خوف آن بود زندانیش کنند به جرم مصدقی یا توده ای بودن معصومه زنش و بچه هایش وقتی که پدرشان را به فرمانداری نظامی می بردن بیتابی می کردن و کمک می خواستن. ناگزیر بودم کاری بکنم. رفتم به دیدن خانوم فخر و دوله که پسرش در کابینه سپهبود زاهدی وزیر دارایی شده بود. خانوم دلش راضی نبود و به شاه و نظامی ها فوش میداد که با مردم این کارها را می و میگفت علی ارزه ندارد. خودش تلفن را برداشت و یکی از پسرانش را که تیمسار بود فرستاد به فرمانداری نظامی. و به او حکم داد که تا گروهبان یدالله خان را نیاورده به خانه نیاید. این طور بود که یدالله خان شب برگشت به خانه ولی دیگر به پادگان نرفت و بهتر من شد که یکی همیشه در خانه بود که به کارهای ما برسد. دیگر انگار قرار بود حادثه ای زندگی آرام ما را بر هم نریزد و آرامش دلخواه آن پابرجا بماند اگر آن تلفن نمیشد. سال سی و هفت بود و تابستان رفته بودم سفارت و بعد از ظهر مریم را از کلاس تابستانی ژاندارک برداشتم و به خانه رسیدم. اتومبیل نداشتم. یعنی می توانستم اتومبیل کوچکی بخرم ولی ترجیح می دادم جویی کنم. نیمی از زمین های شهری ها را فروخته بودم و بعد از فروختن آن زمین ها رو به گرانی گذاشت. اما باز هم موفق به خریدن اتومبیل نبودم. تاکسی از جاده پهلوی پیچید در زعفرانیه به دلم افتاد که خبری میتواند باشد در خانه را که زدم انگار یدالله خان پشت در بود که فورا آن را باز کرد کیف مریم را گرفت و وقتی خواست بسته ای را که در دست داشتم بگیرد گفت یک آقای خارجی با شما کار دارند در حیاتند تعجب کردم اگر از کارکنان سفارت بود باید خبر میداد جز آن که تا یک ساعت پیش در سفارت بودم خبری نبود. در این فاصله چه خبری می توانست اتفاق افتاده باشد؟ با اشاره دست یدالله خان نگاهم را به آلاچیق چرخاندم. بی خود دلم شور می زد. در آن ده سال که به تهران آمده بودم برخلاف همه سالهای دوری حادثه بزرگی در زندگیم رخ نداده بود تا دلم شور بزند. در همان حال که به سمت آلاچیق می رفتم، از یدالله خان میپرسیدم از او پذیرایی کرده؟ جواب زیر لبی داد. از لای نرده های آلاچیق که در میان برگ درخت گم شده بود مرد پیری را دیدم با موهای سفید. سفید سفید. چرا باید آن غریبه مرا چنین ناآرام کرده باشد؟ اصلا چرا باید یدالله خان غریبه ای را به خانه راه داده باشد؟ غریبه خارجی؟ دو تا پله را میبایست بالا بروم تا آلاچیق. رفتم مرد پیر که پشتش به من بود برگشت اما ممکن نبود حتما خطایی در نظرم می آمد. نه ممکن نبود گذاشتم حرف بزند پرنسس ولی صدایش کار را تمام کرد دستم را به دیوار آلاچیق گرفتم و قبل از آنکه سقوط کنم نشستم روی نیمکت میشل میخندید آرام و صدا. میشل من بود اما پیر و سفید مو. کمی خمیده با لباس و تمام جزئیاتی که در خاطرم ماند فریاد زدم مریم و دیدم میشل زانو زده جلوی نیم کرد. دستهایم را گرفته در دستهایش و آن را میبوسد. به موهایش دست کشیدم. آشنا نبودم با لمس کردن مردی. از روزی که میشل من در آن اتومبیل سیاه نشست و رفت دیگر مردی را به این نزدیکی ندیده بودم. حالا پیراهن سفیدش که یقه آن کمی برگشته بود، کت و شلوار رنگش و کراوات راه راه کرم و سبز رنگش همه را داشتم نگاه می کردم با جزئیات. کلمه ای توصیف حالم پیدا نمی کنم. به هیچ زبانی. فقط فریاد می زدم. مریم. انگار فقط مریم بود که می توانست این معما را حل کند. باید می آمد و میدید دید که پانزده سال بعد از مرگ پدرش او زنده شده. اینجا مقابل من در آلاچیق خانه ما زانو زده بود و بیان که کلمه ای بگوید دستهایم را گرفته و بر صورت خود می مالد و گاهی آن را می بوید. چه چیزی جز فقان و اشک مریم که در آغوش این مرد فرو رفته بود می توانست مرا به حرف آورد. دخترکم هیچ چیز نگفت. فقط با دیدن او ایستاد با چشمان گشاده نگاهش کرد و بعد نگاهی به من انداخت که هنوز روی نیمکت میخکوب بودم و وقتی شنید که مرد به آلمانی گفت عزیز من مریم خودش را در آغوش او انداخت و زار زد مگر در یادش مانده بود چیزی جز آن عکس که بالای تخت خوابش گذاشته بودم و عکسی که بر بالای تخت خواب خودم بود چه چیزی میتوانست مریم را مطمئن کند که پدری یافته است یدالله خان و منصوره را بگو که وقتی مریم دوید که با آنها خبر دهد که پدرش زنده است زنده و حالا هم آمده به اینجا به تهران هاج و واج کنار حوز ایستاده بودند و ناباورانه نگاهمان میکردند مسلسی که بعد از این همه سال دوباره از لاش یکدیگر را پیدا کردند و دوباره آن را ساختند خواب ندیده بودم در آن بعد از ظهر میشل آمد واقعیت دردناکتر از آن بود که تصور میشد. او در همان زندان دیشون توانسته بود با فریفتن معموری که برای زندان گذاشته بودن فرار کند. همان مرد او را به چند کیلومتری شهر برده و رها کرده بود و میشل در همان زمانی که من در حبس بودم و دخترکم در یتیمخانه شهرداری توانسته بود خود را به مرز آلمان برساند. با گذشتن از کوه و خوردن شاخ و برگ درختها به نزدیکی برلین رسیده بود اما در آنجا سربازان روسی با شلیک گلولهای به پایش او را به دام انداخته بودند در حالی که میخواستند او را بکشند خود را معرفی کرده و گفته بود که از بسیاری از اسرار آلمانی ها خبر دارد و معاون ریبنتروپ بوده با همین حرف روزها از تیرباران کردن او صرف نظر کرده و به فاصله کوتاه او را با هواپیما به شوروی منتقل کرده بودند. در اردوگاهی که چهار سال در آنجا گذرانده و از آنجا به سیبری منتقل شده و سرانجام پس از 15 سال او را آزاد کردند و با کمک سفارت آلمان شرقی توانست خود را به برلین برساند به هوای آنکه که ما در آن خانه ایم و از آن زمان یک سالی را در جستجوی ما بوده است با نامه و پیگیری سرانجام نیز یک تصادف ساده او را به برادرش گرهارد رسانده در فرانکفورت. داستانهای رنج طاقت فرسای او در دادگاهی در قرقیزستان و پس از آن در سیبری به داستانهای تخیلی شبیه بود تا واقعیت. ولی حالا این میشل من بود که در مقابل من نشسته بود و مریم حاضر نمیشد لحظه ای از او جدا شود. میشل میپرسید چرا به خانه من در برلین نرفتی؟ برایش گفتم قصه آن روزهای اول را. پرسید حساب بانکیت را گرفتی؟ پرسیدم کدام حساب؟ و در آن لحظه به یاد شماره های افتادم که با چه زحمتی در فاصله دیژون تا مرز برایم گفت تا حفظ کنم. از آنها دو تا عدد هجده یادم مونده بود. ولی عجیبتر آن که در همه آن سالها، سالهای فقر و تنگ دستی آلمان که بعضی روزها هیچ چیز برای خوردن نداشتیم به یاد آن حساب رمز سوئیس نیفتاده بودم. انگار با رفتن میشل و رسیدن خبر مرگ او آن شماره ها هم از ذهنم پاک شده بود. باور کردنی نبود. میشل رسیده بود و دوباره میسم شده است. چه عجب اگر میسم من شکسته بود نه فقط پایش که لنگ میزد و از درد آن گاه بیگاه در خواب ناله میکرد بلکه همه وجودش رنج میکشید. شبها وقتی در خواب صدای نالش بلند می شد می نشستم نگاهش میکردم و رنج می بردم از اینکه کاری برایش نمی توانستم بکنم. موهای سپیدش را دست میکشیدم و از اینکه در تنهایی فقط سیگار دود میکرد و شبها الکل را چنان به درون تن رنج دیدش میفرستاد که گویی فقط به آن زهر است که التیام میگیرد رنج می برد. اما دردهایش آرام نمیشد. بلکه هر شب از خود بی خود می شد و یدالله کمکش می کرد تا در رخت خواب بیفتد همچون سنگی که به چاهی افتاده باشد. شش سالگی من رسید. جشن گرفته بودم. میسم و مریم اول می خواستن میهمان دعوت کنند. همه خانواده ای را که پیدا کرده بودیم و چند صد نفر می شدن. اما بعد به پیشنهاد مریم تصمیم گرفته بودند خودمان باشیم و آنهایی که می خوشمان خواهد آمد ژانین و آندره هم خود را رسانده بودند از پاریس بیخبر از من اصری مریم مرا به هوای آن که دیداری از یکی از دوستانش بکنیم که در مدرسه ژاندارک هم کلاس بودن از خانه دور کرد غروب هم که آمدیم ماشین را تا جلوی ساختمان راندم و با حیله های مریم نظری به آلاچیق نکردم که در آنجا تدارک دیده بودند حمامی کردم و آماده شدم تا مثل همه شبهای تابستان در آلاچیق شام بخوریم. سه نفری که صدای منصوره را شنیدم. آمدن او هم عجیب نبود. گاهی برای دیدن ما و دخترش می آمد. اما وقتی پایم را در حیات گذاشتم ناگهان چراغ ها روشن شد. لایه تمام درختها و گل ها چراغ های ریز کاشته بودند و شمهای بلندی که راه را تا آلاچیق مشخص می کرد. در آنجا ژانین و آندره انتظارم را میکشیدند و از گرامافون ترانه قدیمی مرغ سحر پخش میشد که خیلی دوست داشتم چه می توانستم بگویم ژانین تو کجا بودی میسم در کت و شلوار و منصوره و بچه هایش. ما یک جمع کامل بودیم تا ماه درآمد بیدار ماندیم آخرهای شب باز هم میسم خرابتر از آن بود که بتواند بنشیند و مثل اول شب برقصد. با آن پای ناقصش کوشیده بود لزگی برقصد، کاری که در زندان سیبری یا قرقیزستان یاد گرفته بود. چرا از دردهایش دیگر چیزی نمی گفت؟ با آنکه آن شب خوش گذشت، با کبابی که در همان حیات پخته شد و کیک بزرگی که از قنادی نوبخت خریده بودند، ولی وقتی که تمام شد، من و جانین و آندره مثل همه سالهایی که با هم درد کشیده بودیم در کنار هم در آلاچیق نشسته بودیم و از او می گفتیم. از میسم که با آمدنش زندگی به خانه ما آمده بود ولی می دیدم که دارد آب می شود. دیگر هیچ شباهتی به آن جوان نداشت که وقتی دیر وقت شب از کار برمیگشت خستگی را به مهارتی پنها می کرد و همیشه شاد نشان می داد. با آن لباسهای مرتب وقتی در مرسدس سیاه می نشست انگار الهه جوانی بود و از مرگ و پیری نشانی نمی گرفت. جانین و آندره او را در پاریس و بلژیک به یاد می آوردند و من روز و شبهای خوش برلین را در خاطر داشتم. از دو سه روز پس از آن که آمد مداوایش را شروع کرده بودم. روزها مرخصی می گرفتم از سفارت و او را پیش این پزشک و آن یکی می بردم. چشمانش کم سو شده بود. عینکی ساخته شد. دندانهایش یک سره از دست رفته بود. آبراهایمان دندان زیبا ساخت. دوبار هم در بیمارستانی خوابید بهترین بیمارستان تهران و بر پایش عمل جراحی صورت گرفت. یک کلیهش هم از دست رفته بود. از تنش خارج کردند. اتومبیل فورد مدل 58 خریده بودم. ما فقیر نبودیم و آماده بودم هر آنچه داریم را خرج او کنم ولی افسوس که به جایی نمی رسید. بدتر از همه الکلی بود که نمی توانست از آن دوری کند و این باعث می شد که هر غروب از خود بی خود می شد و صبحها که پف کرده و با سردرد از خواب برمیخواست خواست نگران و نادم از آن بود که دیشب چه کرده و چه گفته. گاهی که مریم را نگران می دیدم که پدر رنج دیده اش را می نگریست چنان کلافه می شدم که شب وقتی همه در خواب بودند ساعتها در باغ قدمی می زدم و به زندگیم فکر می کردم. ژانین چه کار باید بکنم؟ آخر آن شب شاد من و ژانین در آلاچیق نشسته بودیم و حرف می زدیم. کریستینا دخترش پزشک شده بود و در بزانسون کلینیکی داشت. ژانین می گفت میسم را به آنجا ببریم. به همین خیال 20 روز بعد رفتیم با ژانین و آندره که پیش ما مانده بودند به پاریس. روزهای آخر میسم انگار نه که و ساله بود و تازه در رخت خواب افتاده بود. پایش سیاه شده بود و درد جانکاهی داشت. انگار سالیان دراز تحمل کرده بود تا من مرهمی بر زخمهایش بگذارم که به جان آمده بودم. روزی که در ژنو از پله های بانک بالا می رفتیم دیگر تا به راه رفتن نداشت و خودش به اصرار خواسته بود. کار دریافت پولی که در بانک گذاشته بود به آن آسانی نبود که تصور می رفت. بانکداری مدارک میخواست و مستند به گزارش ادعا میکرد میشل تیرباران شده است و حضور او را قبول نداشت. برای یافتن مدارک و مستند به آلمان رفتیم. او حاضر نبود به شرق برود. آشکارا حراس داشت و من هرچه میکردم که از دنبال کردن ماجرا دست برداریم حاضر نبود و گاهی به خشونت و تندی میگفت که باید آن پول را زنده کند. بالاخره هم بعد از چهار ماه وقتی با یک وکیل زبردست سوئیسی که استخدام کرده بودیم و مدارکی که از ادارات دولتی آلمان گرفته بودیم برای چندمین بار از پله های بانک بالا رفتیم دیویست و چهل هزار دلار بدون آنکه پس از 20 سال بهره به آن تعلق گرفته باشد تازه مبلغی هم از آن کسب شد حواله بانکی را گرفتیم وقتی در بیمارستان مونسون نزدیک ژنو حواله را به او نشان دادم لبخندی زد که مدتها بود رنگ آن بر صورتش ننشسته بود و گفت این را هم برای ادامه تحصیل مریم میخواسته است. در حالی که من مایل بودم با آن پول معالجه اش را کامل کنیم و حتی به آمریکا برویم. میسم حاضر نبود و از معالجه تفره میرفت. در همان بیمارستان بود که پایش را بریدند. سفرمان به آلمان این نتیجه را داشت که اسناد خانه برلین را کامل کردیم. و همه مدارکی را که در بمباران آن شهر از بین رفته بود رونوشت گرفتیم کاری که به نظرم بیفایده بود او که به شرق برلین نمی آمد و اگر می آمد هم در آنجا مالکیت ملغا شده بود پس چرا این همه بدان اصرار داشت در هواپیمای لوفتانزا که با آن به تهران برمیگشتیم بعد از هفت ماه برای من و مریم گفت این داستان همیشگی نیست تصور نکنید که فقط هیتلر با آن سرنوشت افتاد چون ظلم می کرد و ما نمیدانستیم که با مردم چه می در آن اردوگاه ها. اینها هم نمیمانند، هیچ ظلمی نمی مانند. می گفت کاش زنده بمانم و ببینم روزی که در اردوگاه اینها هم باز شده و آن هزاران نفری که در آنجا رنج میکشند که کسی آن را تصور نمی کند بیرون آمدند. گورهای جمعی فقط در بوخنوالد و آشویتس نبود. جاهایی هست که آدمها روزی هزار بار مرگ را می طلبند. من خودم را بارها نفرین کردم که چرا آن روز از چنگ فرانسوی ها فرار کردم و نگذاشتم ادامم کنند. زیاد از دوران زندگی خود در اردوگاه های سیبری و قزاقستان حرف نزده بود و گاهی به اشاره گفته بود. حالا در کلامش می دیدم که از عظمت آن رنج می گوید. خطابش به مریم بود وقتی گفت باید به علم روز مسلح شوی و ایمان خود را به انسان و به عدل چنان محکم کنی که وقتی قدرت به دستت افتاد از آن جز برای آسایش انسانها بهره نبری انگار داشت وصیت میکرد در هواپیما تا زمانی که به خواب رفت ما او را با یک پا به تهران برگرداندیم حالا دیگر روزها در اتاقش مینشست و فقط سیگار میکشید و مینوشت با شتاب روزی هفت ساعت و زیاد حرف میزد شبها گاهی به اتاقش میرفتم که در برگشتن از آن سفر از اتاقم جدا شد میدانستم غرورش تاب نمیآورد که همیشه با کمک دیگری حرکت کند ترجیح میداد تنها باشد در این فاصله یکی از همشاگردی های مریم در مدرسه ژاندار که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بود نامزد و بعد هم همسر شاه شد فرح دیبا را در میهمانی های مدرسه و در جهش ها دیده بودم. او هم مثل مریم من بیپدر بزرگ شده بود. ولی بعد از رفتنش به فرانسه از او خبری نداشتم. در میهمانی بزرگی که بعد از رفتن به کاخ ترتیب داد من نرفتم ولی مریم را فرستادم رفت. نفرت من از خانواده پهلوی خونی بود و این را به مریم هم منتقل کرده بودم. وقتی آن روز از کاخ برگشت با چه نفرتی از تجمل و تشریفات مسخره آنجا حرف میزد. گویا این نظر را به فرانسه به همکلاسی سابق خود هم گفته بود و او جواب داده بود که درست می شود. فرح در همان جایی نشسته بود که روزگاری جای من بود، همسر شاه. روزگار این تصویر میهمان دائمی رویاهایم بود ولی در گذر روزگار اصلا از خاطرم پرید. آماده بودم که مریم را به خارج بفرستم که تحصیلاتش را تمام کند. او که دبیرستان را به پایان برده بود و حالا در دانشگاه حقوق میخواند اما انگار دل نمیکند و میدانست به همین زودی بار دیگر بی پدر خواهد شد. که شد. شش سال بعد از روزی که میشل آمد از قفلت ما استفاده کرد و دست به خودکشی زد. تریاک های یدالله خان را کش رفته بود. و با تعداد زیادی قرص خواب آور و یک بطری از همانها که هر شب میخورد. در پایان دو روز بیحالی و اغما در بیمارستان پارس که در تمام مدت آن من و مریم هم در اتاق بودیم همانجا میخوابیدیم بالاخره نیمه شبی چشمانش را باز کرد و مرا صدا کرد پرنسس خانومی چه خوب که از خواب پریدم داشتم کابوس میدیدم انگار ستامان زیر بمباران بودیم و یک ریز بمب بر سر ما میریخت و در همان حال از پشت یک نرده سرهایی که همهشان یکی بودند صورتی مثل آن دیو پدرم داشتند آماده می شدن برای به رگ بار بستن ما یکی فرمان آتش داده بود که به صدایش از خواب پریدم اول سعی کرد به فرانسه جملهاش را بگوید نتوانست به آلمانی گفت زندگی خیلی زیبا بود اگر آدمهای بد نبودند تو خیلی خوبی پرنسس. چرا این همه رنج کشیدی؟ و کوشید دستهای مرا با دستهای لرزان خود بگیرد که در نیمه راه شل شد و یخ کرد و افتاد. نگاهش کردم. انگار سالیان دراز بود که نبود. در مقبره خودمان دفنش کردم. حالا او میسم بود و نام فامیل من را بر خود نهاده کنار مادرم خوف در امامزاده عبدالله. سفارش کردم مرا هم همانجا بگذارند. میسم تنها فرشته مذکری که در همه عمر دیدم از همان جوانی وقتی با شرم و حیا سرش را پایین میانداخت و با صدای آهسته ای می پرنسس شما را دوست دارم صداقت داشت و این را در بدترین وضعیت ها گم نکرد از روزی که ازدواج کردیم تا وقتی او را در مرز بردن همیشه مشغول کار بود و فرصتی به دست نیاورد تا از نظم و دسیپلین سختی که بر زندگیش حاکم بود جدا شود. در آن چهار سال هر وقت از اینکه او را کم می دیدم گلایه می کردم. می گفت چند سال دیگر جهان آرام می گیرد و فرصت زیاد داریم. می نشینیم تا بچه های ما بزرگ شوند و تماشایشان می کنیم. ساعت و قلمش را که آن روز جانین به من داد تا باور کنم که او را کشتند در همه آن پانزده سال با عزت حفظ کردم و هر از گاهی با نگاهی به آنها روزهای خوشی را به یاد آوردم که با او گذراندم گرچه کوتاه بود وقتی برگشت ساعت و قلمش را به او برگرداندم نگاهم کرد انگار میخواست بگوید دیگر زمانی برایش نمانده است آنکه برگشت فقط حالهای محو از میشل من بود مایل بودم سالها پرستاریش کنم خودش نخواست. وقتی از آرامگاهش برمیگشتیم از خودم پرسیدم چرا عمر فرشته ها اینقدر کوتاه است. چرا دیو و کرکس سالها میمانند؟ از آن روز دیگر موجبی برای زندگی نداشتم. جزان که مرگم یادگار او را به جایی برسانم. زندگیم دیگر برکه ای آرام بود. دفتری را که با همان قلم خود نویس نوشته بود صدها بار خواندم. خاطرات سالها زندگیش در اردوگاه به خصوص سالهای سیبری خواندنی بود. آن را به فارسی برگرداندم. در انتهایش نوشته بود هزار بار مردم و زنده ماندم چون امیدی در وجودم بود. میخواستم برای لحظه تنها عشق زندگیم را ببینم و مطمئن شوم او و دخترم هستند. هم شهامتش را داشتم و هم انگیزه اش را که خود را خلاص کنم. بارها وسایلش را هم یافتم. اما همین امید زنده هم گذاشت و هر بار مانع شد. چه خودخواهی بزرگی. نکند وقتی دوباره آمدم خانم و مریم را آزار داده باشم. در صفحه آخر آن دفتر نوشته بود با همه دردی که کشیدم ولی در مقابل آن سالهایی که با عشق زندگی کردم میارزید. کاشکی زندگی یک لحظه بود. آن هم لحظه ای عاشقانه. با مرگ میسم در حقیقت من هم رفتم. دیگر چیزی از زندگیم نمیگویم. چیزی برای گفتن نداشت. کتاب خانم صفحه 621 کتاب سوم وقتی یازده نوار کاسه تمام شد مریم و نرگس مثل بیشتر آن دو روز که نوارها را می شنیدند بی حرکت دستهایشان را گذاشته بودند زیر چانه یا فرو کرده بودن لای موهایشان و آب دهان خود را قورت می دادن. هیچ کدام جرأت آن را نداشتند که گریه کنند. اول از همه نرگس بلند شد و رفت در اتاق بالا تا خود را خالی کند. افسوس می خورد که چرا این زن را خوب ندید. از زمانی که او از زندان بیرون آمد خانم در بیمارستان بود و در سی سیو و فقط لبخند می زد از پشت شیشه. یعنی تو را می شناسم نرگس. منتظرت بودم. یعنی خوش آمدی. آن یازده نوار نه که را ساخته بود بلکه مریم را هم ساخت. او که بخش عمده ای از زندگی مادر را میدانست و از سالهای آخر آن هم به خوبی خبر داشت. هیچگاه از زبان مادرش با این جزئیات شرح زندگیش را نشنیده بود. حالا او هم با خود می زندگی مبارزه است برای بودن و ماندن. حالا از خودش شرم می کرد که چرا روزهای آن چهار سال زندان خود را بر زبان می آورد. اما از هر دوی آنها عجیبتر نرگس بود. زنی که بر اساس قراری که در شبهای نومیدی زندان با مریم گذاشته بود به جمع آنان پیوست. و در اولین روزهای زندگی جدید با شنیدن سرگذشت خانوم انگار پیامی از آن شنید. صدایی در درون به او می گفت باید مثل خانوم زندگی کرد. باید جنگید. برای هر چیزی که ارزش دارد. قصه ما به قاعده باید اینجا پایان می گرفت. یعنی وقتی که جمع از امامزاده عبدالله برگشت، قصه خانم تمام شد. اما این گونه نیست. اگر بسیاری هستند که وقتی می میرند، مردند و قصه اشان تمام می شود، خانم چنین نبود. او دخترک نازک را در آن شبها با روایت زندگی خود برای زندگی آماده کرد. قصه خانوم بی روایت زندگی ناناز ناتمامی می ماند. مریم گویا در این میان فقط واسطه ای بود و یکی از هزاران که واسطه اند تا شاهد باشند و راوی. وقتی از زندان بیرون آمد خود به زودی دریافت که واسطه است و خانوم چوب دست خود را به ناناز سپرده است. باید صبر می کرد تا سال 65 هم برسد و جشن آغاز هجدهمین سال تولد ناناز را وقتی برپا کنند که دیپلم خود را گرفته باشد با جمعی از خواهران مسجد زعفرانیه سری به جنوب غرب در خون زده باشد دیده باشد صحنه هایی از ایثار و گذشت جوانانی که گاه از خود او به سن و سال کوچکتر بودند و با اصراری میخواستند اذن آن یابند که به خط مقدم بروند عکسها و یادداشتهایی از جبه ها فراهم کرده باشد که او میگفت خانوم به من آموخته باید در دل حادثات باشی و آدمها را در موقعیت های گوناگونی دیده باشی و خوب دیده باشی. زندگی بر تو گذر نکرده باشد. تو باید بر آن رانده باشی. یک هفته ای را که ناناز همراه خواهران محله در نقش مددرسان، پرستار، عکاس و حاضر در سنگرها گذراند بی آنکه خمی برب رو آورد یا ترسی در دل راه برایش خود ماجراها داشت که میخواست باز بگوید و سرانجام در پاییز زانان رفتند پس از دیدار نیمه از امامزاده عبدالله بر مزار خانم و میسم و به احترام خانوم فاتحهی خواندند بر مزار اسمت و سلطنه مادر خانم که تصویرش همراه آنان بود تا یاد خانم را در دلشان زنده دارد که آن مادر را همیشه یاد میکرد و تا رفت لحظه ای از یاد او قافل نبود. رفتند. ناناز قبل از رفتن آن خانه خانه خیابان شاپور را به نوه های منصور صلح کرد. و به مادرش گفت که خانه خیابان شاپور را از آن رو به هر پنج تایشان وا گذاشته که مطمئن باشد به آسانی آن را از دست نمی دهند. مقصدشان پاریس بود، زادگاه مریم. جایی که زبانش را می دانستند و در جای جای آن تصویر خانم در ذهنشان زنده میشد. خیابان پاسکیه در مادلن، سن میشل خانه قدیمی جانین، کلیسای نویی و بیمارستان قدیمیش که خانم در آن دو سالی را به عزلت گذرانده. پارک سانکلو که دیگر از آن باغ بزرگ خبری نمانده بود و تنها یک بنا از آن بر جا بود. خیابان فوش و خانه‌ای که همچنان وجود داشت. بی آنکه دو سرباز آلمانی نگهبانش باشند گرانپاله جایی که عکسی از خانم وجود داشت که بر نیمکتی در مقابل آن نشسته بود در اولین سال ورود به پاریس و ناناز به مدرسه رفت نرگس به کلاس زبان و مریم هم اول کوشی تا در یک موزه یا گالری نقاشی کاری همچون مادر پیدا کند و چون نشد مغازه کوچکی در نزدیکی موزه لوور اجاره کرد که در آن پوستر تابلوهای نقاشی یادگاری های لوف و مانند آن فروخته می شود. و بر بالایش عکس بزرگی از میدان شاه قاب کرده بود. کار عکاس ایرانی عباس. اما دو سال بعد زندگی آنان را به آمریکا فرستاد. تا ناناز در دانشگاه هاروارد حقوقی سیاسی بخواند. هنوز سال 1989 نشده کارش به بوش هاوس کشید و در بی بی سی به تهیه گزارش های خبری پرداخت. اولین گزارش او از های روشنفکران فرانسوی درخشید و برای همین گزارش بود که به دنبال جای پای جان پولسارت و آندر مالرو که هر دو آنها در گذشته بودند با دوستان و آشنایان خانم در مونمارت، مونیارناس و کافه کوپل قرارها گذاشت. مریم و نرگس در پاریس مانده بودند و خودخواسته درگیر به ماجراهای ناناز که هر روز از گوشه جهان با آنها تماس می گرفت و درس خود را به اکراه در هاروارد پایان برد. فردای بیستمین سال تولدش پیشنهادی از شبکه تلویزیونی تازه تأسیس نیوز رسید. یک شبکه خبری که به زودی جهان را زیر بال خود می گرفت و بر اساس برنامه هایش در سال 2005 با استفاده از ماهواره هایی که دو مهندس ایرانی به فضا پرتاب کرده بودند این شبکه در تمام گیرنده های تلویزیونی جهان بدون نیاز به آنتن محوره ای دیده میشد. پیشنهاد شبکه برای ناناز قراردادی پنج ساله به مبلغ هر سال چهار میلیون دلار بود که او را در صفحه یکی از برنامه سازان و خبرنگاران گران جهان قرار میداد. نرگس هم به زودی به تیمی پیوست که ناناز را در سفرهایش همراهی میکردند. به عنوان منشی. در سال 1995 ناناز به آن نقطه ای نزدیک شده بود که خانوم میخواست. در یک روز پاییزی آنها به تهران برگشتند. قرار آن داشتند تا با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران صحبت کنند. مصاحبه ای که بلا فاصله متن آن در تمام جهان پخش شد. ناناز همان روسری را بر سر انداخته بود که خانوم بر سر داشت. در عکس و روز بازگشت مریم از سفر چهار ساله. سه نفری با هم عکس انداخته بودند در آلاچیق خانه زعفرانیه از رئیس جمهور پرسید آقای پرزیدنت شما نقش زنان را در جامعه ایران چه میبینید و در این حال داشت به فیلمی فکر میکرد که ساخت آن را در خاطر داشت فیلمی مستند از زنان ایرانی شب قبل او و نرگس دور از چشم بقیه گروه به خانه خیابان شاپور رفته بودند که بنای محقرش دست نخورده مانده بود ناناز از ناصرخان پسر آقای دولا و معصومه قول گرفت تا یک سال دیگر هم دستی به ترکیب خانه نزنند. پس از آن مانعی ندارند. اگر میخواهند آن را بکوبند و چهار آپارتمان کوچک به جایش بسازند که نقشه اش را آماده کرده بودند. مصاحبه ناناز با رئیس جمهوری ایران که شرایط دولت را برای مذاکره با آمریکا برشمرد، سر و صدای زیادی در آمریکا برپا کرد. و این درست مقارن با روزهایی بود که او آماده ازدواج با داوود میشد دیوید راکول میلیونرزاده آمریکایی که با او در هاروارد هم کلاس بود حالا در حلقه نزدیکان بیل کلینتون در آمده بود و دفترش در کاخ سفید آنها قرار ازدواج را به بعد از پایان ماجرای مونیکا لوینسکی موکول کردند و در آن فاصله ناناز به کوزوو رفت و فیلمی از جنگ در آن ناحیه تهیه کرد که نشان میداد میلوسویچ و سربهای تحت فرمان او چه فجایعی در بوسنی و هرزگوین و کوزوو برپا داشتند. ناناز در انتهای آن فیلم مستند گفت: به قول خانمی ادیب، ظالمان کوچکتر از آنند که خود تصور کنند و شاید همین کوچکی است که آنها را به سوی ظلمهای بزرگ میراند. او به آن ترتیب سقوط میلوسویچ را پیش بینی کرده بود. در جشن ازدواج ناناز و داوود نامی که از ابتدا به دیوید داده بود به جز کلینتون رئیس جمهوری آمریکا و همسرش هیلاری خانم آلبرایت وزیر خارجه آمریکا سناتورها و سرمایهداران بزرگ شرکت داشتند ناناز پیراهن سفیدی بر تن داشت میکروفون را از دست اوپرا ویتنی برنامه ساز تلویزیون گرفت اپرا به ناناز لقب بانوی اول رسانه های خبری جهان را داده بود. از محبت حاضران تشکر کرد و گفت قصد دارم نواری را پخش کنم که به زبانی است که شما نمیدانید و خودم آن را ترجمه خواهم کرد. بر پرده سفید تصویر زنی پیر ظاهر شد که روی تشکچه نشسته بود. تکیه داده بر متکایی و رو به دوربین می گفت به قول آندرو مالرو زندگی چیز بی ارزشی است و هیچ چیز از آن ارزشمندتر نیست. سالها پیش وقتی در عین نومیدی بودم یکی به من گفت این زمین با یعص و امیدواری با عشق و نفرت ساخته شده و هر ذرهش از این هاست. فقط مرخای دریایی هستند که از توفان نمی حتی وقتی در میان دریاها جهت خود را گم کنند و جایی را برای نشستن نیابند آنقدر بال میزنند که یا طوفان فرونشیند و زمینی پیدا کنند برای فرود آمدن یا در همان اوج آسمان ها می میرن. آن که به میان موج ها می افتد، مرغ دریایی نیست. مرغ دریایی در اوج می میرد. آخرین توان خود را صرف اوج گرفتن می کنن تا سقوط را نبینند. خیلی کوچک بودم که نفرت را شناختم و سالها را با او گذراندم. اما وقتی زمان کوتاهی عشق به سراغم آمد دانستم که با او می توانم هر روز را سالی کنم. وقتی فهمیدم که قوی ترین دیوها در مقابل فرشته ظریفی که آدمی زاده باشد چقدر حقیرا دانستم که زمان را انسان می سازد. من خودم آن را ساختم. خانم که صورتش تمام پرده بزرگ را پر کرده بود این جملات را در چشم کسانی می گفت که حالا چشم در چشم او دوخته بودند و خود را قدرتمندترین قدرت ها ناناز این فیلم ها که یک سالی قبل از مرگ خانوم از او گرفته بود در همه این سالها برای خود نگاه داشته و از تهران کشانده بود به بلر هاوس. مریم می خندید از این پنهانکاری و رازداری ناناز و در دل می گفت اینها را هم می که یادت داده است. مریم پیش از آن هیچ چیز درباره این فیلم نشنیده بود. حالا بلند شد. لبخندی بر لب رفت آمادش را بوسید. ساعت جیبی را که پشت آن تاریخ ساختش نقش شده بود و متعلق به سالهای اول قرن بیستم بود برد و بست بر دست داوود. همان ساعتی که اسمت و سلطنه در بخچه ای نهاده بود و در سفارت روسیه در تهران به ملک جهان سپرده بود و همان ساعتی که مدتها به دست میشل بود. مریم و ناناز و نرگس میدانستند که همان ساعتی است که وقتی در آن قریه مرزی سوئیس به خانوم برگردانده شد به معنای آن بود که میشل او را تیرباران کردند مریم گردنمندی هم به گردن ناناز انداخت با در وسط آن که صد چهل سالی از عمرش میگذشت کار اصفهان و نیم قرنی را در خلوت و سکوت یک صندوق بانکی گذرانده ناناز زمورد را بوسید و بر چشم خود نهاد تا در آن تصویر خانوم را ببیند و بوی او را بشنود که دید و شنید. آوریل 1990 دیوار برلین فرو ریخت. آن روزها ناناز در میان مردمی بود که بالای دیوار بودند و یا در قرب دیوار پایکوبان و دستفشان منتظر آن که مظهر جنگ سرد فرو ریزد. داشت رپورتاجی تهیه می کرد. با یک زن پیر آلمانی مصاحبه کرد که عشق ریزان می گفت در همین نقطه‌ای که ایستاده پسر جوانش وقتی داشت از دیوار به این طرف می پرید با شلیک گلوله معموران کشته شد سیزده سال پیش. مردم در دو سوی دیوار سرود می خاندن و فریاد می زدن. مرگ بر دیوار. ناناز نزدیک صبح که خسته و از پادر آمده به اتاقش در هتل گرونوالد برگشت از خستگی خوابش نبود تا وقتی که نرگس تلفن کرد و به اتاق او آمد او هم تا پاسی از نیمه شب با ناناز پای دیوار بود و حالا میدید که او دارد یادداشت برمیدارد برای تهیه فیلمی با نام دیوار از نرگس پرسید تو از دیوار چه می دانی؟ نرگس برایش گفت که در زندان دیواری بود پشتش به کوه و از گوشه ای از این دیوار وقتی هواخوری میشد تک درختی را دید که بالای کوه ایستاده بود و زندانیان میگفتند درخت آنجاست تا فصلها را به یاد زندانیان آورد و همهشان آرزو داشتند روزی که آزاد شوند برون پای آن درخت ناناس پرسید مریم از آن درخت چه میگفت نرگس خندید مادرت هر وقت آن تک درخت را نگاه میکرد در آن خانوم را میدید و میگفت خانوم آنجا ایستاده است نمیدانستم مادرم هم تب شعر دارد همه در لحظاتی شاعر میشوند مگر کتابچهاش را نخوانده چرا هم کتابچه او را و هم کتابچه خانوم را ولی الان دارم به کتابچه پدر بزرگم فکر می کنم به کتابچه میشل ده روز پس از فرو ریختن دیوار ناناز و نرگس با گروه فیلمبرداری همراهشان به رایشتاک رفته بودند و با کمک آدرسی که در دست داشتند خود را به خانه ای رساندن که خانه آرزوهای خانوم بود. همانطور بود که خانوم تعریف میکرد. نرگس دید که ناناز ایستاده آن سوی خیابان و از دور به آن خانه نگاه میکند. میدانست در چه خیال است. ناناز که خیره شده بود به پنجره های خانه خیالش را از پشت پرده ها فرستاد به داخل و زنی را دید با موهای سیاه. که میز شامی را آماده کرده. دو شم روی میز می سوزد و او چشم دوخته از به تلفن سیاهی که زنگی نمیزند. بازپس گرفتن خانه پدری مریم به آن آسانی نبود که تصور می اسناد و مدارک آنها کافی بود ولی دانستند که باید به دادگاهی بروند که مخصوص بازپس دادن املاک و دارایی های کسانی است که در دوران کمونیسم از دستشان خارج شده است در همین زمان نماینده دویچه بانک سر رسید و خبر داد که در همان وضعیت خانه را از مریم که تنها وارث میشل بود میخرد و خود کارهای حقوقی آن را دنبال می کند. ناناس پرسید آن وقت خانه را چه کار می مرد آلمانی با خونسردی جواب داد خرابش می کنی. در اینجا ساختمان های بلند ساخته خواهد شد. چاره ای نداشتند. و آماده می چهار میلیون دلار را بگیرند و مریم سند را امضا کند اما ناناز اصرار داشت که قبل از امضای سند خانه یک روزی در اختیار او باشد در آن یک روز گروه فیلمبرداری فیلمی از آن خانه گرفتند مطابق سناریویی که در ذهن ناناز بود خودش در لحظاتی می ایستاد در گوشه‌ای و رو به دوربین درباره این خانه حرف میزد. انگار میخواست زندگی خانم را به تصویر بکشد. هر کاغذی را نگاه کردند، هر دری را گشودند، در زیر زمین لای خرتوپرت سالیان گذشته گشتند، اما اثری نمانده بود. گذر نیم قرن همه آثار را از بین برده بود. به خصوص که دانستند در سالهای آخر خانه را باشگاه مدیران عالی رتبه حزم کمونیست کرده بودند. داشتن کارشان را تمام می کردن که پیرمردی آلمانی آمد و وقتی دید دارند فیلم برداری می کنند گفت که سالها سرایدار همین باشگاه بوده است. ناناز با او هم گفتگویی کرد که ضبط شد و در آخر گفتگو از او پرسید چیزی که نشانه ای از یک خانم ایرانی باشد در آنجا نیافته؟ پیرمرد گفت چرا خیلی چیزها بود ولی دورش ریختند؟ ولی همه چیز را دور نریخته بودند. پیرمرد در خانه یک کیف چرمی قدیمی داشت که یک ساعت بعد در مقابل 100 دلار به ناناس فروخت. کیفی که در روی آن شیر و خورشیدی نقش بسته بود. هدیه خوبی است برای تولد مریم. بوی خانوم را دارد. وقتی این را می گفت به نرگس در ذهنش گذشت که خانم انگار در هر جای جهان تکی از خاطرات خود را به درختی بسته انگار میدانست که روزی من در جستجوی او همه جا سر خواهم زد به دنبال رد پایش لازم نبود با هم حرفی بزنند هم او و هم نرگس و مریم میدانستند که این کیف متعلق به آن مرغ چاق است که در بیمارستان نوعی روی تخت خوابیده بود و نمیدانست آن راهبهای که شبها میآید و داروهایش را مرتب میکند گلهایش را تازه میکند همان کسی است که گفتند عقدشان را در آسمان ها بستند. مریم وقتی کیف را از ناناس هدیه گرفت آن را بوسید و وقتی فهمید از کجا به دست آمده پرسید چطور این کیف پیش خانوم مانده؟ جوابی نداشتند. مگر آنکه آن مرد چاق خودش قبل از مرگ آن را برای خانوم فرستاده باشد. یادگاری عشق کودکانه و رویایی. مریم میخواست با پولی که از فروش خانه برلین به دست آمده بود خانه در واشنگتن برای ناناز بخرد. اما در این زمان ناناز خودش داشت به چنان سرعتی مشهور میشد و در شبکه های تلویزیونی جا افتاد که نیاز به آن پول نداشت. بهترین کار را آن دیدن که مؤسسه بیمه درست کنند که مریم هم در آن متخصص بود و هم اطمینان داشت که موفق می شود. از آغاز دفتری گرفتن در برج دوم تجارت جهانی در نیویورک. در آنجا دفتری مجلل مخصوص مدیرامل درست شد که ناناز در اولین روز با دستگل بزرگی وارد آنجا شد و تابلویی که یک نقاش کانادایی از روی عکسی از خانوم کشیده بود عکسی که خانوم را در عین جوانی در پاریس نشان میداد نشسته بر نیمکتی در محوته گرانپاله پشت سرش ردیف اتومبیل های قدیمی و در کنارش یک دوچرخه. ناناز، مرگم و نرگس وقتی تابلو به دیوار کوبیده شد لحظاتی به تماشای آن ایستادند. مگلوگان نقاش کانادایی محشر کرده بود. آنها در تصویر خانم را می دیدن که دستمالی هم در دست داشت. هر سهشان در ذهن به یاد می آوردن که این عکس مربوط به روزهای سختی است که خانوم در پاریس به دانشکده میرفت و یادگار اولین دیدار اوس با میسم که در آن زمان میشل نام داشت و خانم برای او فقط دوست بریژیت بود که میخواست با برادرش گرهارد ازدواج کند ناناز میگفت از این عکس پیداست که خانم دل عکاس را رو بوده است در زیر آن نقاشی بزرگ در تابلوی کوچک خانم به عنوان بنیانگذار مؤسسه بیمه اودسا معرفی شده بود. آنها شرکتشان را اودسا نام گذاشته بودند. نخستین منزلگاه خانم بعد از آنکه تهران را ترک گفت. حالا روزها ناناز از دفترش در واشنگتن و یا هر جای جهان که برای تهیه گزارش میرفت به مریم تلفن میکرد و از منشی سراغ رئیس را میگرفت. رئیسی که زیر تابلوی بزرگی از خانم در طبقه 79 برج دوم تجارت جهانی نشسته بود. پشت همان میز بود که برای اولین بار ناناز به او خبر داد که باردار است. اما روزگار هنوز بازی ها داشت. بار دومی که ناناز به تهران آمد برای مصاحبه ای بود با سید محمد خاتمی، رئیس جمهور ایران، در سالگرد دوم خورداد، روزی که دولت اصلاح طلب وی بر سر کار آمد. مصاحبه در سعدآباد ضبط شد و گروه راضی از کار مهمی که کرده بودند و حرفهایی که از رئیس جمهور ایران درباره مسائل جهانی و از جمله روابط ایران و آمریکا شنیده بودند همراه ناناز به خیابان شاپور رفتند خانه ای که نرگس رفته و ساکنان آن یعنی نوه های منصوره را آماده کرده بود تا ناناز و بقیه سر برسند. در حیات خانه ای که نرگس و ناناز میدانستند خانه خال خانم بوده است همان جایی که خانم در شبهای درد و رنج پیش از ترک تهران در آن پنهان شده بود چاه آبی بود بی آب و تخته گرد بر روی آن نهاده بودند ناناز لبه چاه نشست تخته را برداشتند و وقتی گروه مشغول آماده کردن وسایل بودند ناناز که کسی نمیدانست در چاه چه میبیند سر در آن کرد و با صدای بلند گفت آه دوربین دور او میگشت که نشسته بود و به زبان انگلیسی داشت از زندگی یک زن میگفت زن ایرانی اهالی خانه در گوشه حیات جمع بودند به تماشای ناناس خانم پروژکتور نور به داخل چاه و و فیلمبردار به لبه چاه رفت و دوربین را متوجه عمق چاه کرد کبوتران بر حره ساختمان نشسته بودند ناناس که قرار گذاشته بود و میدانست که به زودی خانه را خراب می کنند و این آخرین دیدار از آنجاست میخواست از هر گوشه ی آن فیلم برداری شود. نرگس به زحمتی او را برد به همان زحمتی که شب قبلی از مزار خانم جدایش کرده بود. در آنجا هم شنید و دید که همه جا نوسازی می شود و دیگر اجازه دفن به کسی نمی دهند. در دل گفت همه یادگاران را انگار دستی دارد از صفحه روزگار پاک می کند. ولی من کار خودم را می کنم. از پیش پیدا بود که دختری در شکم ناناز است و از پیش نام او هم معلوم بود. تازه چیز دیگری هم برایشان از پیش آشکار بود. خانوم در همان ماهی چشم به جهان گشود که درست صد سال پیش از آن خانوم دیگر به دنیا آمده بود. مصاحبهش با رئیس جمهور ایران چنان صدایی در محیط خبری آمریکا کرد که قابل تصور نبود. بقیه نوارهایی که از تهران آورده بودند به نظارت نرگس در قفسه های آرشیو رفت و روی آن نوشتند خانوم. ناناز قصد داشت فیلمی درباره خانوم بسازد کاری که عقب افتاد. اول به دلیل وضع حمل ناناز و به دنیا آمدن خانوم. بعد از آن روزهای سخت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسید. که داوود در آن برای پیروزی الگور فعالیت میکرد و همه احتمال می که با پیروزی کاندیدای دموکراتها که پشتیبانی کلینتون را هم با خود داشت داوود به شغل مهمی در دولت برسد. گرچه ناناز در همان روزها درگیر جنگ کوزوو و آشوبهای سربستان بود. پرستاری در خانه آنها در واشنگتن از خانم نگهداری میکرد ولی مریم و نرگس مدام مواظبش بودند. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آنچنان نشد که آنها میخواستند. جورج بوش با تردید و شکی که در انتخابات پیش آمد و در آخرین روزها با پادرمیانی میانی این و آن به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. داوود و همفکران و دوستانش از کاخ سفید بیرون آمدند چون معتقد بودند تیمی که با جورج بوش بر سر کار میآید از آن تندروانی هستند که جهان را به آشوب میکشند گرچه ناناز همچنان بر صحنه رسانه ها ماند ولی به نوشته واشنگتن پست داوود باید چهار سالی می کرد و در دولت آینده دموکرات ها نقش پر اهمیت می یافت داوود در سی و دو سالگی ترجیح داد که این دوران را با تدریس در دانشگاه طی کند زندگی آرامی که به زودی معلوم شد برای ناناس که میکوشید در هر حادثه ای در جهان حاضر و ناظر باشد چندان آرام نخواهد بود و فقط شش ماه به آرامش گذشت. آن صبح پاییزی ناناز آماده می تا به دفتر کارش در حاشیه رود پوتوماک برود. چنارهای جادویی واشنگتن و ویرجینیا رنگی از زرد و نارنجی بر همه جا پاشیده بودند. در راه تلفن همراهش زنگ زد. مدیر شبکه به او خبر میداد که باید خود را فوراً به نیویورک برساند و بهتر است دور بزند به سوی فرودگاه آرلینگتون که در آنجا هلیکوپتری آماده خواهد بود که او را ببرد چرا نیویورک مدیر شبکه از او خواست که رادیو را باز کند و در جریان باشد که هواپیمایی خورده است به برج تجارت جهانی کسی که خبر را میداد نفهمید که ناناز ناگهان ترمز کرده و اتومبیلش را به کنار خیابان کشانده بود و در همین حال چرا فریاد زد کدام برج جواب شنید برج اول همین الان دارد میسوزد تلویزیون ها نشان می دهند. نفسی به راحتی کشید و فقط گفت همین الان و به یاد مادرش افتاد تلفن خانه مریم نواری را پخش می کرد ناناس پیچید در یک پمپ بنزین و در آن حال مرتب سعی می کرد دفتر شرکت بیمه اودسا را بگیرد. ساعت 9 و 11 دقیقه. یعنی مریم مثل هر روز صبح زود به دفتر رفته. در سوپرمارکت کنار پمپ بنزین چند نفری چشم دوخته بودن به صفحه تلویزیون. میخکوب بودن. ناناز هم به میان آنها رفت. دود از برج تجارت جهانی بلند بود. و حالا در حالی که همه فریاد میزدند خدای من، هواپیمایی وارد کادر تلویزیون شد و با نوک به درون برج دوم فرو رفت و شعله های آتش زبانه کشید. ناناز کوشید خود را خونسرد نگاه دارد. درس هایی را که درباره روانشناسی بحران خوانده بود در نظر آورد. از سوپرمارکت خود را بیرون کشید و قبل از آن که پشت فرد آبی رنگ خود بنشیند به صدای زنگ تلفن گوشی را برداشت. کجایی مامان کجایی؟ در دفترم زیر سایه خانوم دیگر آخر و زمان است خانوم کجاست ناناز لحظه خود را گم کرد و فقط شنید مواظب باش و تلفن قطع شد دوباره به سوپرمارکت برگشت گوینده خبر میداد هواپیمایی هم به واشنگتن نزدیک می شود. ها در خیابان آژیر می کشیدن و در آن زمان کسی در فکر ساختمان پنتاگون نبود. همه سرگردان بودند. پرستار خانوم گوشی را برداشت و ناناز صدای دختر کوچولوی خود را در پس زمینه گفتگوها شنید و فقط پرسید سلامتید؟ پرستار با خنده گفت فقط خانوم لباسش را خیس کرده. حالا باید پاسخ داوود را میداد که از هنگ کنگ با او حرف میزد و اصرار داشت که ناناز به خانه برگردد و در کنار خانوم باشد. همین کار را میکنم. و در راه فقط فریاد میزد مریم و ناگهان به یاد نرگس افتاد تلفن دستی او هم از کار افتاده بود پس هر جا رفتند با هم رفتند صدای مدیر شبکه در تلفن پیچید که به ناناز می گفت به فرودگاه نرود چون پروازها در سراسر آمریکا ممنوع شده و امکان پرواز هلیکوپتر نیست بهتر از او خود را به دفتر برساند و درست در همین لحظه بود که برج اول و به دنبال آن برج دوم تجارت جهانی پود شد و بر سر نیویورک می ریخت. پودری سفید که ناناز نمی دانست که مریم هم در آن میان است و گردی از او در هوا پراکنده. وقتی نشست جلوی دوربین و چراغ روشن شد به نشانه آن که پخش می شود نگاهش به خانم بود که در آغوش پرستار خود از پشت شیشه در اتاق کارگردان پخش دست کام میداد. در پایان گزارش خود که در میان آن ای با جولیانی شهردار نیویورک هم گنجانده شده بود فقط گفت مادر من هم در برج بود. نرگس در لحظه ای که حادثه اتفاق افتاد در راه بود که خود را به دفتر مریم برساند. پس زنده ماند. تلفن‌ها به صدا درآمد مردمی از هر طرف با تلفن میخواستم به گزارشگر محبوبشان تسلیت بگویند. روز بعد ناناز در حالی که کلاه مخصوص معموران نجات را بر سر گذاشته بود و در میان توده ای از شیشه و پودر سفید در خیابانی در منحتن ایستاده بود گزارش میداد و در آن لحظه جز مادرش به تصویر بزرگ خانوم فکر میکرد. صدایش گرفته بود. وقتی در مراسم یادبود کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر در استادیوم نیویورک نشسته بود و به ترانه غمانگیز ما زنده میمانیم گوش میداد که از بلندگو پخش میشد در گوش نرگس که شانه هایش از گریه تکان میخورد گفت مریم انگار فقط واسطه ای بود تا خانم را به من برساند نرگس گفت شبها که سر در کنار هم میگذاشتیم در زندان خودش هم میگفت من چیزی نیستم هرچه هست خانوم است و ناناز. حالا تو خانوم را داری. من چه کار کنم؟ مریم تمام شد. به همین آسانی. شانزده سال بعد از روزی که خانوم را در امامزاده عبدالله گذاشتن و به خانه آمدن و هجده ماه بعد از آن که خانوم دیگری وارد جهان شد. روزی که ناناز و نرگس رفتن تا آپارتمان او را در خیابان پنجم منحتن باز کنند. روی میزش تصویر کودکی خودش در کنار خانم و میسم در چند قاب عکس چیده شده بود. یادداشت های روی میز بود برای ناناز که به خواهش او نوشته شده بود برای فیلمی که از خانه خیابان شاپور تهیه کرده بود و قرار بود در ادامه آن ناناز گفتاری از وضعیت زنان در جوامع سنتی را بکارد. ناناز یادداشت ها را برداشت و آماده شد که پس از سه هفته گیجی دوباره کار را از سر بگیرد. اول از همه به فکر فیلم خانم افتاد که نوار آن منتاج نشده در قفسه دفترش بود. نزدیک ظهر در دفتر اولین حلقه نوار ویدیویی را که در دستگاه گذاشت تصویر خود را دید با شکم برآمده که نشسته بود روی لبه چاه و داشت در دوربین حکایت می گفت این خانه مادر آبا اجدادی من است. که ماجرای یک قرن را در خود حمل کرده است و به همین زودی ویران می شود و به جایش آپارتمان های جدیدی می نشیند و اثری از چاه نمی ماند. در نوار دستی پیدا بود که در پوش چوبی چاه را برداشت. ناناس سر خود را در چاه کرد و گفت آه. پروژکتور در درون چاه گشت. ناناس که داشت فیلم را نگاه می کرد زیر لب گفت خدای من باورش نمیشد روی نوار مغناطیسی در کف چاه موهای پریشان و طلایی رنگ دخترکی رنگ پرید نقش بسته بود برای لحظه ای. ناناز نوار را به عقب برد نه خطایی در کار نبود این بار گذاشت تا دوربین از چاه به در آمد در گوشه یک دخترک با چهار سفید چشم و مشکی دیده میشد که صاف داشت در چشمهای دوربین نگاه میکرد انگار از چیزی نگران بود انگار به جایی اشاره میکرد انگار حرفی میزد دخترکی با موهای بلند که لبهایش تکام میخورد انگار چیزی میگفت ناناز گفت خانم چیزی گفتید؟ چهره دخترک در دوربین خندید پایان